واکنش هنرمندان به درگذشت فرامرز اصلانی، خواننده مشهور و پیشکسوت کشورمون. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفا قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. صبح امروز در ابتدای نوروز خبری شوکه برانگیز همه مردم به ویژه هنرمندان رو متعجب و شگفت زده کرد. خبر دردناک و ناگهانی از درگذشت هنرمند مردمی و بسیار محبوب فرامرز اصلانی غم بزرگی رو برای بسیاری از هنرمندان در پی داشت. صبح امروز خبر درگذشت فرامرز اصلانی رو همسر او مرجان در پیج اینستاگرام رسمی و شخصی زنده یاد فرامرز اصلانی منتشر کرد. او با خبر درگذشت همسرش و حرف‌های دردناک بسیاری از مردم رو شوکه و در نهایت غمگین کرد. با منتشر شدن خبر درگذشت فرامرز اصلانی، در ابتدا آقای داریوش اقبالی با واکنشی جنجالی به درگذشت دوست و همکارش این چنین نوشت: فرامرز عزیزم، رفتنت باور کردنی نیست. آرام و عاشقانه زیستی و آرام و عاشقانه جان سپردی. پس تو هرگز نمی روی، همیشگی هستی از دیروز تا هنوز. سفرت خوش، انسان شریف و دوست مهربانم. داریوش. همچنین بیژن مرتضوی هم در پی واکنش به درگذشت دوست و همکارش فرامرز اصلانی این چنین نوشت: مرجان عزیز، روح فرامرز عزیزمون در آرامش. میدونم چقدر سخت قبولش. فرامرز نام و یادی جاودانه از خودش به جا گذاشت. دردت رو خیلی خیلی خوب درک میکنم. مرجان عزیزم. این هم واکنش آقای بیژن مرتضوی به درگذشت دوست و همکارش فرامرز اصلانی بود. هنوز بسیاری از هنرمندان از جمله آقای ابی که پیشتر با مطلع شدن از بیماری سرطان آقای فرامرز اصلانی متن رو منتشر کرده بودند و با او ابراز همدردی کردن. احتمالاً درگیر کنسرت هاشون هستن و احتمالاً اطلاعی از درگذشت دوست و همکارشون ندارن یا فرصتی رو برای منتشر یک پیام تسلیت به خانواده اون نداشتن و حتماً بر طبق خصوصیت اخلاقی او یک پیام تسلیت از جانب ایشون با کلام ایشون منتشر خواهد شد به زودی از پیج اینستاگرامشون. اما در بین هنرمندان مهناز افشار هم در واکنش به درگذشت استاد هنرمند فرامرز اصلانی این چنین نوشت: حالا رفتی دور دورا. زمانی که در ایران بودم و شماها رو از دور می دیدم و حسرت می خوردم که چرا شماها در وطن نیستید؟ چرا کنسرت های شما نباید در وطن برگزار بشه؟ هزاران حسرت دیگه. سال گذشته وقتی شما رو دیدم، شمایی که یک جنتلمن و یک آرتیست محترم و موفق و مهربان بودید، باز غمگین شدم که چرا ما نباید در وطن خودمون دور هم جمع بشیم. خبر رفتن شما داغ دیگری بر دل همه ما گذاشت. همچنین مهناز افشار در ادامه پیام تسلیتش خطاب به همسر فرامرز اصلانی خانم مرجان این چنین نوشت: مرجان جان، از صمیم قلب تسلیت میگم. نام و یاد آقای فرامرز اصلانی تا ابد در تاریخ موسیقی و هنر ایران ثبت شده و اندوه نداشتن ایشون تا ابد با ما خواهد بود. تسلیت میگم به خانواده عزیزش، به مرجان جان و دوستان و طرفدارانش. اما جالبه بدونید که به هیچ عنوان دمی از خانم گوگوش گرم نشد و پیام تسلیتی از جانب گوگوش شاه ماهی موسیقی کشورمون تا این لحظه منتشر نشده. بی وفایی خانم گوگوش از مدت ها قبل نسبت به دوستان و همکارانش ثابت شده بوده. او در پی درگذشت بسیاری از هنرمندان از جمله شهرام کاشانی
و همسر بیژن مرتضوی و بسیاری از دوستان و همکاران هنرمند خودش هم پیام تسلیتی رو منتشر نکرد و حتی در مراسم خاکسپاری اونها شرکت نکرد. این بیوفایی گوگوش مدت هاست و سال هاست که نسبت به هنرمندان بر جای خودش ثابت مونده و ایشون همیشه خودشون رو پیشکسوتر و همچنین در مقام بالاتر و تافته جدا بافته دونستند و متاسفانه فرامرز اصلانی و فرامرز اصلانی ها جان خودشون رو از دست دادند. دیگه قطعا برای فرامرز اصلانی پیام همدردی و همدلی گوگوش مهم نخواهد بود. او از جهانی به جهانی والاتر پرکشید و آسمانی شد، ولی قطعا پیام همدردی گوگوش برای خانواده او در واقع شاید مهم بود و بسیاری از طرفداران گوگوش رو به این نتیجه میرسون که در واقع درست و به جا هنرمند خودشون رو حمایت کردند و قطعا طرفداران گوگوش به این فکر میکردند که به درستی گوگوش رو به عنوان اسطوره و شاهماهی موسیقی کشورشون انتخاب کردند و از او در این همه سال طرفداری کردند و از او حمایت کردند. اما متاسفانه با درگذشت فرامرز اصلانی، شهرام کاشانی که به عنوان فرزند خوانده گوگوش بود و همچنین بسیاری از هنرمندان دیگری قطعاً با تسلیت نگفتن گوگوش و توهین گوگوش به این هنرمندان داغ طرفداران این هنرمندان و خانواده اونها تازه تر خواهد شد و قطعاً این گوگوش هستش که در تنهایی خودش و در عزلت خودش باقی خواهد موند. انسان هر چقدر موفق تر باشه باید افتاده تر باشه، ولی متاسفانه در دنیای امروز وجدان و اخلاق مداری جاش رو از دست داده برای خیلیا و متاسفانه پول حرف اول رو براشون میزنه. با امید وجدان و اخلاق و محبت و عشق و برای شما عزیزان در این نوروز، نوروز باستانی، آرزوی سلامتی، عشق و رفاه کامل و همچنین لحظات پر از شور و نشاط رو دارم. دوستان عزیز لطفاً نظراتتون رو راجع به درگذشت آقای فرامرز اصلانی که مدتی پیش اطلاع دادند مبتلا به بیماری سرطان شدند و باید یک مدتی رو استراحت بکنن و به مدت 2 سال از خوانندگی دست می کشن و باید به درمان خودشون رسیدگی بکنن و در نهایت صبح امروز با خبر درگذشت ناگهانی ایشون مواجه شدیم. نظراتتون رو بنویسید و لطفا نظراتتون رو بنویسید که آیا موافقید که دنیا با همه بزرگیش کوتاهه و همه ما مهمان این دنیا هستیم؟ آیا موافقید که تا وقتی زنده ایم باید به همدیگه بگیم که همدیگر رو دوست داریم و به همدیگه عشق می‌ورزیم؟ آیا برای شما عزیزان عشق و محبت فراتر از پول یا پول فراتر از عشق و محبته؟ آیا باید عشق و محبت و پول و مقام و شهرت رو در یک رده قرار داد؟ لطفا نظراتتون رو راجع به این سوالهایی که پرسیدم در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لطفا در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید، وارد کانال هامون بشید و لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید و لینک این ویدیو رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و نروژ و بسیاری از کشورها و شهرهای مختلفشون لطفا شیر کنید. با تشکر از همراهیتون تا یک ویدیوی دیگه شب و روز بر شما عزیزان خوش.